من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونید. ما ایرانی ها درد داریم که شما هنوز از رو نمیدید و اصرار دارید به حرفای باطل خودت. درود به شبکه یک کلمه، درود به انسانیت شما و تلویزیون ملی ما، تلویزیون کلمه است نه تلویزیون خودمون. سلام، آیا شما خوب سالمی؟ سلامتی؟ نه اگه افغانی سنی هم تو شایان مردم خوب با شرف و با شخصیت هستش، خیلی مردم دلسوز با خدا با شخصیت، یک گدم نافهم گیر بیغله. ما گرفتار بدبخت مهاجره، مریض داریم، هر دست میزنیم، هر بیمارستان میریم، کس حرف ما گوش نمی کنه، مریض ما بستری نمی کنه، نمی دونیم پیش کی بریم، پیش استاندار بریم، پیش ستاد بریم، پیش کی بریم، پیش سپا بریم، به کی داد ما بگیم. ما از ملت ایران تقاضا می کنیم اگه صدای ما میشنوه، صدای ما رو میشنوه واقعا بیاید درخواست و به حساب تحقیقات کنه، ببینید که ما مریض ناعلاج سرطانه، هر میلیون از 9345 میلیون هر هفته که بیمارستان بخوابه 10 میلیون تومن از دینی بیمارستانشه، نمیدونم به کی بگم. 1,400,000,000 تومن تا الان از دینی بیمارستانش شده. السلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم از شبکه جلیل کلمه. متاسفم که بعد از 40 سال مدعیان رفاقت و محبت علی علیه السلام مملکت رو به جای رسوندن که قبرستانهای ما پر است از جنازه، چقدرش مقدس و چقدرش نجس، در حالی که اینا جفتشون هم بچه های این مملکت هم. اگر بر فرض اشتباه کردن تقصیر این کسایی هستن که 9 متر عمامه به سرشون هست، بچه های مردم رو گمراه کردن. ای زنانی که روزگار شوهراتون رو سیاه میکنه که بچه هم باید بره مدرسه غیر انتفاعی، نه شوهر میبینی نه شوهرت زن میبینه، هیچ خبر داره که به بچه تو مدرسه چی یاد میدن؟ آیا ما بچه رو میفرستیم مدرسه که علم یاد بگیره، یا علی و یا حسین و یا مهدی یاد بگیره و با این کلمات بدترین توهین ها رو به علی و آل علی علیه السلام بکنند؟ زشت، خجالت بکشید. این بزرگان شیعه هیچ اعتقادی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارن که هیچ، بلکه معتقدن که رسول الله العیاذ بالله به توسط جبرئیل به اسلام و به الله تعالی خیانت کرد. از این پلیدتر اعتقاد هست؟ یاران نزدیک رسول الله رو 40 سال که هیچی 500 ساله خودشون رو پاره میکنن که اینا بدترین آدم ها بودن، در حالی که خود اینها بدترین آدم ها بودن. اگر کسی بیاد بگه یه مرجع تقلید خیلی آغاز خیلی دوست داشتن یه، ولی زنش فاحش است، خوشش میاد؟ ابدا خوشش نمیاد. پس یه سوزن به خودتون بزنید، یه جوالدوز به دیگران. رسول الله علیه السلام گل سرسبد خلقت است، زنانش ننه های با سند سیم و سرب الله تعالی ماست، اصحابش که از جمله علی علیه السلام، امام حسن و سیدنا حسین هست، اینا از پاکترین آدم ها بودن. اینها رو بعد معرفی نکنید که کتکی سنگین تر از کتک آباد شدن قبرستان ها در پیتون خواهد بود. آفتی نبود بهتر از ناشناخت، تو بر یارو ندانی عشق باخت، یار را اغیار پنداری همی، شادی را نام بنهادی غمی. به هر بزرگی توهین کنی کتکشو خواهید خورد، هر که با بزرگی درف کند خون خود بریزد. بزرگ بهترینش اینه که مسلمان و موحد و طیب و طاهر باشه،
هرچند که به بزرگ هیچ قومی نباید توهین کنید. از رسول الله علیه السلام یاد بگیرید. شیعه گری دروغگوترین، پلیدترین، شکمبارترین دینیه که این بزرگانشون به یدک میکشن، ربطی به اسلام هم نداره. الله تعالی شبکه جلیل کلمه نور و همه همقطارانش رو حفظ کنه. السلام علیکم و رحمت الله. با سلام خدمت شما و دستردکاران عزیز شبکه، بنده یه شهروند ایرانی هستم. از قبل خدمت تهجه که جانباز احساب روان که واقعا هیچ کس به درد ما نمیخوره، به هیچ جا پارتی بازیه به هیچ، ما چون پارتی نداریم کارامو تمام عقب میمونه، هیچ که هم محل بمون نمیذاره. پنج تا بچه دارم و عرض کنم به خدمت خانمم، اینا ناراحت قلبی داره، دخترم مشکل داره، به بچه دارم ناشنوا هست، الان در زندان با سر میبره به خاطر رد و مال، چون بیگناه اینا را بهش چسبوندن، اینقدر کتش کاریش کردن و داخل شهر ما، داخل مثلا شهرستان کوچیک بودم، از شهرستان گتساران، هیچ قانونی وجود نداره، چی پارتی بازی شده. از شما خواهش میکنم که اینو حداقل پخش کنید تا برم قضاوت میکنم از قاضی که اینقدر واقعا شهن و چیزش پایین، علمش پایینه، که مردم میرن زن و بچه های مردم میرن پیش اهانت بهشون میکنه، آیا بی عدالتی میکنن؟ به قاضی که داره توهین به مردم و خانواده مردم میکنه، این قاضی ها به در جامعه نمیخواه. داشتیم تو جبه ها داشتیم میجنگیدیم و تو خاکه ها و اینها داشتیم قلط میخوردیم، اینا کجا بودن؟ حالا اینا نشستن آدم های پشت میز عدالت و قانون نشستن که دست چپ و راستشون رو نمیدونن کدومه و خانواده پیششون میره اهانت بهشون میکنه. اینم میگم قاضی نه، قاضی باید اینجوری نباشه، قاضی باید اینقدر مؤدب باشه، اینقدر واقعا کارکشته باشه که با خانواده زندانی با اینا بتونه واقعا مؤدبانه صحبت کنه، نه اینکه توهین بهشو بکنه. بشم اینم یه آخوندیه، یه شیخه، آخوند اینه گذاشتن اینجوری، وقت آخوندی که دم اسلام میزنه و دم دین و مذهب و نمیدونم ناموس و چی میزنه، خودش از همه بدتره. این در شعبه از کنم خدمت قاضی ناظر زندان شهر گتساران هست، چه خواهش میکنم اینه به گوش ملت برسونید که آقای محمدی نصف قاضی ناظر زندان گتساران یک انسان واقعی نیست، یک انسانیه که واقعا نمیشه بهش تیروش حساب کنه. اصلا خانواده زن و بچه مردم که بره پیشش احتوار نداره که خانمی چیزی بخواد باش همزبون بشه، چون واقعا خیلی آدم فتنه و آدم خیلی چی بگم دیگه، نمیشه همه چی رو بگی. اینو میخوام به گوش ملت برسونی که به گوش قوه قضایی هم برسونی که حداقل یک آدمایی رو بذارن که واقعا به درد مردم بخوره. با سلام، تشکر، خداحافظ. من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونید. ما ایرانی ها درد داریم. به شما هنوز از رو نمیدید و اصرار دارید به حرفای باطل خودت. درود به شبکه یک کلمه، درود به انسانیت شما و تلویزیون ملی ما، تلویزیون کلمه است، نه تلویزیون